گرمترین سلام ها به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید روزنامه حکومتی امروز سه شنبه 27 شهریور مهمترین مطالب خودشون رو به سفر روحانی به نیویورک موضوع FATF بحران های اقتصادی اجتماعی و دجالگری های دین فروشانه برای مراسم ایام ازاداری محرم اختصاص دارد زوزه های سایبری رژیم به خاطر توقیف شدن حساب های توییتریش در قبال مجاهدین و مقامت ایران هم موزیک متن ثابت این روزای روزنامه های هر دو حاکمه که با متن های یکسان دیکته شده عمق سوزش رژیم رو به نمایش گذاشتن این روز البته سوزش رژیم سر مسئله مختلف تمومی نداره موضوع شکست رژیم توی سوریه در نتیجه توافق رؤسای جمهور روسیه و ترکیه با کنار گذاشتن رژیم هم مضمون مشترک روزنامه های هر دو بانده حاکم است که از جمله روزنامه جوان از باند خامنی سوزش رژیم رو از این توافق با حمله به رئیس جمهور ترکیه به نمایش گذاشته و نوشته اردوغان بلافاصله بعد از نشست جانبه اخیر در تهران دستور فوری داده تا یک لشکر کامل پیاده زرهی ارتش ترکیه به ادلب وارد شوند و در کنار القاعده و نصره در مقابل ارتش سوریه و روسیه و مقاومت سفارایی کنند جهان سنت هم از باند روحانی اینطوری نوشته در این شرایط مهمترین بازنده بحران سوریه تهران است که زمینه آن به دست پوتین و اردوغان فراهم شده است بریم سراغ یه موضوع دیگه یعنی FATF که موضوع حملات روزنامه باند بانده ولی فقیه به باند رقیبه کیهان خامنه ای در این رابطه اینجوری نوشته اجماع سازی علیه آمریکا و دلار می تواند مانع مهم و پایداری در مسیر اجماع سازی علیه جمهوری اسلامی باشد متاسفانه دولت و وزارت خارجه به جای پیگیری این موضوع مهم به دنبال تصویب FATF هستند که برخلاف فضا سازی ها موجب خواهد شد علاوه بر اروپا دیگر کشورها هم نتوانند با ایران داد و ستت کنند روزنامه وطن امروز هم در این رابطه اینطور نوشته برخی رسانه های متمایل به دولت این گونه القا کردند که عدم الحاق ایران به FATF موجب افزایش نرخ ارز شده و مشکلات اقتصادی موجود به همین علت است قافل از اینکه کارشناسان اعتقاد دارند سود عدم الحاق ایران به FATF بسیار بیش از زیان آن است اما فساد و ناکارآمدی و بیلیاقتی هم باز از موضوعات دیگه ی حملات روزنامه باند خامنه ای به باند روحانیه از جمله روزنامه رسالت ارگان باند متلفه اینطوری نوشته عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت دولت در اجرای برنامه ششم توسعه تخلفات آشکاری داشته است همین روزنامه در ادامه مینویسه رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان اینکه مقصر اصلی همه فسادهای خودرو، قاچاق، رانت و ثبت سفارشات شخص وزیر صنعت است گفت وزیر صنعت با استیزاه عزل و برکنار می شود. موضوع مذاکره جویی با آمریکا به رغم دود و ضد استکباری مزمون مشترک مطالب روزنامه های باند روحانی مثلا آرمان پیام رئیس جمهور آمریکا توی اجلاس آژانس بین انرژی اتمی رو به این ترتیب با این تیتر عنوان کرده چراغ سبز واشنگتن به تهران پیامی که البته کاملا سراسر ضد سر رژیم و هدفهای رژیم بوده آرمان توی مطلب دیگه در مورد حضور روحانی تو جلسه شورای امنیت سازمان ملل به ریاست رئیس جمهور آمریکا نوشته در واقع این پاسخگویی در زیر یک سقف خود یک بستر نرمی فراهم می کند که هم مذاکره مستقیم و پشت یک میز انجام نشود و هم مذاکره ای صورت گرفته باشد ما از یک طرف علاقه یا ای نمی بینیم که با ترامپ مذاکره کنیم اما از سوی دیگر علاقمند هستیم که در قالب هنجارهای بینالمللی که یکی از اصول آن مصالحه سیاسی است مسائل را با دنیا و خود وی و بدور از پیغام و پسقام مطرح کنیم. خب دوستان عزیز این بود نگاه امروزمون به روزنامه حکومتی خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید.